مغلطه استاندارد دوگانه یا استاندارد مغلطه استاندارد دوگانه زمانی اتفاق می افتد که شخصی ایراد از کار یا حرفی می گیرد که خودش در جای دیگر از درستی آن کار یا حرف در شرایط مشابه دفاع کرده یعنی ابتدا یک استاندارد برای خودش تعریف کرده و در ادامه استدلالی میآورد که با استاندارد قبلی خودش در تناقض است مثال اول موقعیت یک مشاور مالی شرکت الف آقای نکاهی صبح امروز خرید دلار را به دلیل افزایش قیمت آن در چند روز گذشته کار درستی نمی داند. موقعیت دو آقای نکاهی در جلسه آخر ساعت کاری اگر می پیشرفت کنیم بهتره که چشممون رو بیشتر باز کنیم و توی زمان مناسب عمل مناسب داشته باشیم. یورو از هفته پیش روز به روز داره میره بالاتر پس بهتر یه خرید سنگین بزنید تا آخرش سود خوبی بهمون همون برسه توضیح استدلال آقای نکاهی برای نخریدن دلار افزایش قیمت آن در چند روز گذشته است در حالی که بالا رفتن قیمت یورو را دلیل مناسبی برای خرید و بردن سود از آن میداند به عبارت دیگر این دو استاندارد آقای نکاهی با هم در تناقض است و او دچار مغلطه استاندارد دوگانه شده است مثال دوم موقعیت یک پدرام تا به امروز از مشروبات الکلی استفاده نکرده و دلیل خودش برای این کار مسلمان بودن خودش و حرام بودن این نوشیدنی ها در اسلام می داند. موقعیت دو پدرام در حال گفتگو با دوستانش امروز داشتم یه ویدیوی خیلی عجیب می دیدم توی یوتیوب که می گفت یه سری از یهودی های معتقد گوشت و لبنیات و کنار هم به خاطر اعتقاداتشون استفاده نمیکنن داشتم به این فکر میکردم واقعا چقدر بیمنطق رعایدشون. توضیح بر طبق گفته های پدرام دلیلش برای استفاده نکردن از مشروبات الکلی اعتقاداتش است در حالی که دلیل آن تعداد از یهودیان را بیمنطق میداند پینوشت در مثال های بالا اگر طرفین بحث به استانداردهای های متناقض آقای نکاهی و پدرام اشاره کنند دچار مغلطه پسچه ایست نشدند. در واقع از آقای نکاهی و پدرام درخواست استاندارد یگانه و غیر متناقض دارند. کاری از تیم جمهوری بی خدایان.